13 تا از سوال‌های خیلی متداول زبان انگلیسی که واقعاً بیسیکه و لازمه هر آدمی بدونه که بتونه ارتباط برقرار بکنه چی هستن. تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. سلام، من میسا هستم و امروز میخوام بهتون 13 تا سوال فوق‌العاده خوب که بتونین راحت باهاش با دیگران ارتباط برقرار بکنین، یا مثلا بعضی وقتا یه جاهایی میرین یه سری سوالا واجبه بدونین و بپرسین، و بهتون یاد بدم که اگر تو شرایط واقعی قرار گرفتین بتونین خیلی راحت از این سوالا استفاده بکنین و ارتباطی که میخواین رو برقرار بکنین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. خب بریم سراغ 13 تا سوال فوق‌العاده به درد بخور. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین، اینجوری بچسبین به لپتاپتون و این سوالا رو خیلی خیلی خوب یاد بگیرین که کلی به دردتون میخوره. The first question is do you like food. اینجا به جای جا خالی بچه‌ها هر کشوری میتونه باشه. البته دقت بکنین اسم کشور رو نمیذارم، اسم نشنالیتی رو میذارم، ملیت رو میذارم. ویدیوی کشورها و ملیت‌هامون رو میتونین بریم ببینین. اگر هم پیداش نکردین این پایین کامنت بذارین، من لینکش رو براتون ریپلای میکنم. مثلا نمیگم امریکا فود، میگم امریکن فود. چرا؟ چون فود اسم قبلش باید ادجکتیو بیاد و اسم کشورها خودشون ادجکتیو نیستن، nationality یا ملیته که adjective. For example, do you like American food? Do you like Japanese food? Do you like Iranian food? غذای آمریکایی دوست داری؟ غذای چیز مثلا دوست داری؟ این جمله رو میتونین تو کالج مثلا با یکی میخواین دوست شین، دارین غذا میخورین، بعد یهو میاد کنارتون میشینه، بعد مثلا غذای شما مثلا چه انواع قرمه سبزی میخوری، بهش میتونی بگی do you like Iranian food؟ غذای ایرانی دوست داری؟ بعد دیگه کانورسیشنتون استارت میخوره. Number 2. Have you ever been to اینجا اسم کشور رو میزنیم. For example, have you ever been to America؟ تا حالا آمریکا رفته ای؟ Have you ever been to Iran؟ Have you ever been to Canada؟ Have you ever been to Brazil؟ تا حالا برزیل رفتی؟ تا حالا کانادا رفتی؟ تا حالا ایران رفتی؟ هر جا اسم هر کشوری. پس برای این دو تا سوال اول حتما اون ویدیومون رو ببینین. اگر پیداش نکردین من لینکش رو بهم بگین براتون ریپلای میکنم. Number 3. How are you؟ ببینین ما میگیم how are you، how are you، این تلفظ بندازش دود، put in the trash. واقعا باید به جای how are you قشنگتر و راحت تر که بگین how are you، how are you، how are you. میبینین من اصلا یا نوشتم، you خیلی ریز و ملو اون وسط مثلا تا عوض میشه. So instead of saying how are you say how are you، how are you، how are you، حال چطوره. در جواب میتونیم بگیم good great you، good great you، خوبم تو چطور. good great جفتش یعنی خوبم، you یعنی تو چطور. تو رو خدا انقدر نگین how are you، I'm fine thank you and you. اینو قبلا براتون ویدیو ساخته بودم، اینو اصلا نگین دیگه. so good great you، خوبم تو، یعنی تو چطوری. number 4. how old are you، how old are you، how old are you، چند سالته. در جواب بگین I'm مثلا 31، I'm 16، I'm 18، هر چیزی، I'm فلان. years old رو بندازین از جمله حذفش کنین، چون معمولا تو colloquial English ما نمیگیم I'm مثلا 13 years old، بگو I'm 13 کافیه. number 5. when's your birthday، when's your birthday، تولدت کیه. when's your birthday، مثلا my birthday is on the 21st of November، تولد من 21 نوامبره. my birthday is on the 21st of November، تولد من 21 نوامبره. بچه نحوه گفتن تاریخ هم بهتون یاد دادم، باز میتونید برید ویدیوشو ببینید. number 6. when did you learn English، when did you learn English، کی زبان انگلیسی رو یاد گرفتی. when did you learn English or where did you learn English، که یاد گرفتی، کجا یاد گرفتی. when did you learn English، where did you learn English. I learned English in my own country، ایران مثلا. من زبان انگلیسی رو تو کشور خودم یاد گرفتم. I learned English when I was 5، وقتی 5 سالم بود انگلیسی رو یاد گرفتم. number 7. where do you live، where do you live، کجا زندگی میکنی. where do you live، کجا زندگی میکنی.
I live in Manhattan مثلا من تو منهتن زندگی میکنم I live in Manhattan in New York من در منهتن در نیویورک زندگی میکنم مثلا I live in Orange County in California من توی Orange County تو کالیفرنیا زندگی میکنم مثلا Number 8 Do you have any recommendation? از اینجا به بعد بچه ها بیشتر توی موقعیت های مختلف استفاده میشه نه در ارتباط با یک فرد به عنوان یک دوست مثلا Do you have any recommendation? Means هیچ ایدهی دارین هیچ نظری دارین هیچ چیزی واسه توصیه دارین مثلا میرین توی رستوران You've never been to that specific restaurant before And the waiter comes And he says Can I take your order? You say Do you have any recommendation? میره یه رستورانی که قبلا نبودین ویترش میاد گارسنش میاد میگه میتونم اوردرتون رو بگیرم بعد تو بهش نگاه میکنی میگی Do you have any recommendation? چی اینجا به من الان نظر میدی؟ نظرت اینه که چی بخورم اینجا؟ I've never been to this restaurant before من قبلا به این رستوران نیومدم Do you have any recommendation? هیچ نظری داری به هم بدی؟ به نظر خودت چی بخورم؟ این خیلی خوبه یه توی چنین موقعیتی میتونی استفاده بکنی Number 9. حالا غذاتون تمام شده میخوایم برین حساب بکنیم مثلا. Do you take credit cards? Do you take credit cards? Credit card قبول میکنیم. بچه take به معنی گرفتن دیگه. اینجا نمیخواد. That person doesn't want to take your card. It means that do you accept credit cards? به جای اینکه بگین قبول میکنین. Do you accept? بگین do you take credit cards? Credit card قبول میکنین. آها میخوایم بگی نقدی پرداخت میکنم I'll pay in cash I'll pay in cash مثلا میگه Do you take credit cards? بعد اون میگه No, I'm afraid, sorry نه ببخشید so, بعد شما میگه Okay, so I'll pay in cash پس نقدی پرداخت میکنم Number 10 Could we have the menu? میتونیم منو رو داشته باشیم Could we have the menu? میتونیم منو رو داشته باشیم Number 11 Could you give me a discount? عشق ایرانی هست. Could you give me a discount? میشه لطفا تخفیف بدیم. Please. Number 12. Could you take a picture of me? حالا اگه دوتاییم با دوستتونی میتونیم بگیم Could you take a picture of us? میتونین از ما یک عکس بگیریم. معمولا دخترها سلفی میگیرن. یه آهنگ هست که میگه But first let me take a selfie. به خاطر اینکه دخترها عاشق سلفی گرفتن معمولا خودشون بای دیفالت اصلا کار خودشون رو میکنن عکسشون رو میگیرن حالا اگه نمیخواین عکس خودتون از خودتون عکس بگیرین میخواین بدین به یکی میتونین ازش درخواست کنین Could you take a picture of me میتونین از من یه عکس بگیری یا از ما of us و 13مین جمله Do you want to hang out من عاشق این جمله Do you want to hang out Do you want to hang out به معنی اینه که دوست داری با من بیای بری بیرون به جای اینکه بگین Do you wanna go out with me? Do you wanna go out with me? Or do you wanna come out with me? It doesn't sound natural معنیش خیلی natural طبیعی نیست Do you wanna hang out? یا اصلا Wanna hang out? Wanna hang out? اصلا خالی خالیش که دیگه اصلا نگم چقدر خفنه Wanna hang out? مثلا دوست تو کالج میبینی Wanna hang out tonight? میخوای امشب بریم بیرون Wanna hang out tonight? میخوای امشب بریم بیرون خب 13 تا جمله خیلی خوب و کاربردی البته جمله نه سوال که میتونین تو شرایط مختلف استفاده بکنین یه کاری میخوام بکنم به نظرم بیاین زیر این پست هر سوالی که به نظرتون خوبه ها سوالی که فقط نه در رابطه با خودتون باشه در رابطه با این باشه که هر کسی واقعا تو شرایط مختلف میتونه استفاده بکنه مثل اینا مثلا چه میدونم Where do you live? همه این میتونن استفاده بکنن برای برقراری ارتباط. ازتون میخوام که این پایین هر سوالی که به ذهنتون میرسه که برای برقراری ارتباط or having a communication with somebody is necessary and practical comment here. ازتون میخوام که جملاتی که سوالاتی که برای برقراری ارتباط خوبه و به درد میخوره رو این پایین کامنت کنین. 13 تا که شد یه تخته دیگه مینویسم و چه بهتر با جملات خودتون نوشم. چیزایی که سوال خودتونه. پس حتما سوالای مربوط به اینو سوال خودتون نه سوالی که برای کامیکیشن یا ارتباط برقرار کردن خوبه این پایین بنویسین جمعش میکنم یه ویدیو دیگه از این براتون درست میکنم عکس تخته تو چنل تلگرام هست میتونین بردارین لینک چنل تلگرام توی دسکریپشن یوتیوب هست و مثل همیشه حرف آخر لطفا اگر موضوع ویدیو هست که دوستین من براتون درستش بکنم خیلی خوشحال میشم من در جریان قرار بدین Till another video take care see you soon and bye bye Do you like American food? Have you ever been to America? How are you? Good, great. You? How old are you? When's your birthday?
Where did you learn English? When did you learn English? Where do you live? Do you have any recommendation? Do you take credit cards? Could we have the menu? Could you give me a discount? Could you take a picture of me? Or could you take a picture of us? Do you want to hang out? Or want to hang out?